تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. موسی به نبوت میرسد. ماجرای قصه موسی رو در سوره قصص گفتیم، از اول قرآن که شروع کردیم آیه به آیه تلاوت شده است و ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر گفتیم. به سوره قصص رسیدیم که داستان حضرت موسی است. آیه 14 بشنوید. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شیرینی قرآنه که تو تاریخ ور نمیره به مسئله جزئی. بالاخره این قسمت کودکی تموم شد، حالا نبوت موسی است. حالا بین این که شیر سینه مادر رو قبول کرد و سینه دایه ها رو قبول نکرد تا به پیغمبری 40 ساله، 40 ساله هر خبر مشبشه. فقط اون قله ها رو میگه. ولما بلغ اشده، همین که موسی نیرومند شد. اشده شدت به معنی نیرومند شدن، واستوا یعنی به کمال خلقت و اعتدال رسید. موسی وقتی از نظر توان جسمی، توان فکری رشد پیدا کرد، آتینا حکمم و علما، ما به او حکم دادیم. این حکم و علما سه بار تو قرآن اومده، سه بارم حکم قبل از علمه. حکم یعنی تفکر صحیح و قدرت داوری، علم یعنی آگاهی. چون بعضی ممکنه باسواد باشن اما با قدرت داوریشون ضعیف باشه. سواد داره، محفوظاتش زیاده، ولی تصمیم گیریاش حکیمانه نیست. بعضی وقت هم آدم های هستن حکیمن اما سواد خوندن نوشتن ندارن، ولی عقلشون. حکمان و علما یعنی هم اطلاعاتش بالا بود و هم فهم و قدرت برداوری صحیح داشت. وقتی موسی از توان جسمی و فکری برخوردار بود، او را حکم و علم دادیم. و کذالک نزل المحسنین، ما به همه نیکوکارای کار میدیم، شما هم نیکوکار باش بدمیدیم. اصلا هرچی میخواید از خدا بگیرید، گیر اولش دستمانه. قرآن درباره اختلافات زن و شوهری میگه کت خدا منشی دو تا داور بگیرن، یه داور از فامیل مرد، حکما من اهلی و حکما من اهلا. بعد میگه این یوریدا اصلاحا یوفق الله، اگر این دو تا داور حسن نیت داشته باشن، بی‌طرف باشن، نیتشون اصلاح باشه، خدا در حرفشون اثر میذاره. یوفق الله بینهما. چه کنیم خدا توفیقمون رو زیاد کنه؟ میگن یوریدا اصلاحا یوفق الله، نیت دو پاک کن، خدا در حرفت اثر میذاره. اینجا میگه و کذالک نزل محسن، تو محسن باش، ما این گونه به تو امدادهای غیبی رو سرازیر میکنیم. خب بریم سراغ آیه 15 بشنوید. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. یه ماجرای نقل میکنه که میگه که حضرت موسی دخل المدینه علی حین غفلت، موسی وارد شهر شد در حالی که مردم از ورودش بیخبر بودن. علی حین غفلت این گاهی افراد مسئول با سرزده برند یه جای، بیخبر برند یه جای، با لباس مبدل برند یه جای. حضرت موسی هم به یه همچی شرایطی بیخبر، با لباس مبدل، بی نام و نشان وارد شهر شد. فوجد فیها رجلین یختتلان، دید دو نفر اونجا با هم کتککاری میکنن، درگیرن دو نفر با هم. هذا من شیعته، این از یاران موسی بود. و هذا من عدوه، اونم از دشمنان بود. پیداست که موسی قبل از اینم که پیغمبر بشه یه جوان مصلح انقلابی حزبدار نیرودار، میگه من شیعته من عدوه، ای از یارانش بود، از مخالفینش بود. پیداست یه تشکیلاتی داشت که نیروگیری کرده بود،
به هر حال بنی اسرائیل را جزء خودش جمع کرده بود، چون که فرعون تشکیلاتی داشت، موسی یک خلاصه نهضتی را انداخته بود. دید وارد منطقه شد، دید دو نفر دعوا میکنن، یکی از یاران موسی، یکی از مخالفینش. فاستغاثه الذی من شیعته، یکی او که یار موسی بود گفت موسی موسی کمک کمک، تا گفت کمک کمک، موسی هم بالاخره دید یک مؤمن با یک کافر درگیر شدن، به نفع مؤمن رفت یک مشت زد. حالا این مشته چه جوری بود، به کجا خورد؟ تا مشت خورد مرد. فوکزه فقضا، مشت زد دو طرف هم مرد. وقتی مرد موسی جا خورد، من که قصد کش نداشتم، قصد داشتم که در درگیری بین مؤمن و کافر یه مشتی به حمایت مؤمن زدم به کافر، نمیخواستم بکشمش. که گفت هذا من عمل شیطان، این درگیری شما کار شیطانی بود. نگفت کار من شیطانی بود، کار من حمایت بود، حمایت از مؤمن که کار شیطانی نیست. یعنی اصل شما چرا درگیر شدید حال ما رو، ما چه کنیم؟ انه عدو مضل مبین. خب عرض کنم بودون شما که نکته ای که هست اینه که مصلحین جامعه گاهی باید به صورت ناشناس و غیر رسمی بدون نام و عنوان در بین مردم حاضر بشن، سرزده ناشناس برن ببینن اوضاع چجوره. و حضرت موسی هم قبل از نبوت دارای یار و پیرو بود، من شیعت ای من عدوه که گفتیم، و دفاع از مظلوم یک کار درستیه. حالا این مجزد و طرف مرد، خب عمد که نبوده، ولذا گناهی هم نداشته. و انبیا معلومش آدم های غیرتمندی بودن، حمایت از مظلوم، حمایت از مؤمن. خب گاهی هم انبیا درگیر می شدن. حالا مثلا ما اگر یه روحانی یه وقت درگیر شد با کسی، میگیم آقا چرا تو روحانی هستی؟ خب حضرت موسی پیغمبر بود، مشت زد، چه اشکال داره گاهی آدم یه مشت بزنه یه جایی که لازمه؟ ما گاهی وقتا تو ذهن بعضی از مذهبی ها اینه که آخوند اگر حلش هم دادن باید بگه خب حوالت به ابوالفضل. نه تو نیست، گاهی زور داری انجام بده. همه هم بیان تو بودن. حضرت ابراهیم گفت تالله لأکیدن اسلامکم، به خدا قسم یه برنامه برای بتاتون میزنن. بعد یه روز که شهر خالی شده بود و مردم به اسم عیدی تعطیلات رفتن بیرون، دید چرخ البته تبعد دست گرفت، قرآن میگه ضربن به یمین، چنون بوتا رو بوت سنگی با تبر میزمش که حضرت امیر بوتای کعبه رو شکست، پیغمبر بوتای کعبه رو شکست، ابراهیم بوتا رو شکست. ما چنین اسلام اجازه نمیده مردم در تحجر بمونن. برخوردهای انقلابی تو قرآن زیاده. حضرت موسی به سامری گفت طلا گرفتی مجسمه درست کردی گوساله، و مردم پا مجسمه گوساله گیر دادی. لننسفنه لنحرقنه ثم لننسفنه فلیم نسفا، به خدا قسم گوساله رو آتش میزنم، خاکسترش رو به دریا پخش میکنم. گاهی وقتا یه چیزی باید خراب بشه. حالا این قبره مثلا این فلان طاغوته، بله امام فرمود قبر رضا شو باید خراب بشه، هی گفتن آقا یه ساختمونیه کتابخونش کنیم موزش کنیم، فرمود نسلش باید برفته، چون هر وقت اینو ببینن یاد رضا شو میفتن. گوساله ببینن از خدا من سراغ گوساله. بوتها باشه مردم یه غلطه، بله حالا اینو مردم دارن خودش تعطیل میشه، اینطور نیست. به کسی گفتن فلان جا فیلمای بدی میذارن، گفت خب مردم نره من خوب میشه. فکر قد... حرف غلطه. حضرت ابراهیم میگفت مردم نره من بت پرستن خودش خوب میشه. حضرت امیرم میگفت مردم بت نپرستن تو مسجد حرام خودش خوب میشه. ابراهیم بت‌ها رو شکست، حضرت علی علیه السلام بت‌ها رو شکست. خب بریم سراغ آیه 16 که در جلسه بعد بگیم. تا اینجا به اینجا رسیدیم که حضرت موسی با مشتش حمایت کرد از مظلوم، از مؤمن مظلوم، و اینم کار خوبی بود، متو قصد نداشت طرف مرد، و این یک کار خطایی بود، معصیت هم نداشت. مثلا راننده که میره پاشو بذاره رو ترمز رو گاز میذاره، ممکنه یه نفرم بکشه، ولی گناه نکرده، ولی دیه باید حسابش جداست.
ولی گناه نکرده چون عبد نبوده. آیه 15 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.